خیلی خوش اومدید به اولین بلایند دیت داخل ماشین. و اینکه تو این بلایند دیت دو نفر قراره بیان اینجا بشینن، پسر رانندگی میکنه، دختر میشینه، و اینکه اول همدیگر میبینن، به هم نمره میدن، بعدش من سوالا رو میپرسم و در آخر باز هم میگن که دوست دارن دیت دوم داشته باشن یا خیر. بزن بریم سراغ ویدیو، لتس گو. آقا بیاید بفهمید. سلام علیکم. سلام علیکم. خب ببینید، بدون هیچ مقدمه ای من میخوام که شما در همین اول کار به تیپ و استایل و ظاهر هم نمره بدید. شما شروع کن. خانم مقدمه. الان خانم مقدمه. خب 8 از 10. 8 این نمره خیلی خوبیه. شما از 10؟ همین الان نمره رو بدید. 8. 2 تا 8، یعنی تا الان خیلی شروع فوق‌العاده‌ای تقریبا میتونیم بگیم داشتیم. حالا چیزی که اینجا مهمه اینه که اینا داخله این سفری که قراره بریم و سوالای قراره بپرسی هم ادامه دار میشن، سوالا و ذهنیتاشون رو میفهمن و بعدش تازه اون موقع یه نمره نهایی میدن که ممکنه این نمره از 8 بشه 5، یعنی اصلا دیگه دکمه هم دیگه رو بزنن، بشه 2 بشه 7، یا این که ممکنه اصلا 8 بشه 8 یا همون 9 در بیاد یا 10 در بیاد و خیلی ترکیب خوبی اینجا بتونیم ما رقم بزنیم. پس شروع میکنیم به پرسیدن سوالا. آقا حسین گازو بزن که راه بیفته. ای جونم. دوستان عزیز، همکنون آهو، سوال اولی که دارم، خودتون رو معرفی کنید، نام، سن و شغل. سنا 23 سالمه و اینکه دانشجو. نفر بعدی. خب حسینم اونا بشتفتن 22 سال همه. خوب شغلم آزاده. شاغرم هستم. سوال دومی که ازتون دارم، برای قهر اول کجا رو انتخاب میکنید؟ دوستت قهر اول دیت اولتون کجا باشه؟ من کافر ترجیح بودم. چه کافه ای؟ چرا کافه؟ آخه خب به غیر از کافه جای دیگه به نظر مناسب آشنایی اول نیست. آدمو خیلی همون نمیشناسن، میرن یه جای آروم که حرف بزنن. طبیعتاً یه جایی کافه. چه کافه ای اون وقت مد نظرتونه؟ کافه خاصی مد نظر داریم یا خیر؟ نه نداریم. شما آقا حسین بچه ها ویدیو به تبدیل هستم بگیزید ویدیو قبلی اگه ندید همین الان براتون میذارم. خب شوخی میکردم ولی خب جدن قرار اول باید کافه باشه، دقیقا همینطور که خانم گفت، چون دو شخصیتی هم که همدیگر رو نمیشناسن، ندیدن، هیچی در مدنگی نمیدونم. درست. همون کافه باشن، همدیگه واسه با همدیگه صحبت کنن، یه دیت معمولی در حد یه ساعت، نهایت یه دو ساعت بیشتر نشه. اگه خوش گذشت، ولی من به نظرم بیشتر از دو ساعت هم بشه. دیت اول بیشتر نمان بشه. آقا اگه خوش گذشت بشه، گوش ندید. قرار اول بخواد خوش بگذره، منتظر باشه زیاد. اتفاقات صمیمیت بین همه. درسته. استایل طرف مقابلتون رو دوست دارید که چجوری باشه تو دیت اول؟ تو قهر اول دوست دارید استایل طرف مقابل چجوری باشه؟ زیاد علاقه من تأثیری رو نظر رو اینا نداره، یعنی مثلا میخوام بگم من دلم میخواد اینجوری باشه، ولی خب قاعدتا من اون شخصیت رو ندیدم. خب نه، من کاری به این ندارم. من میخوام بگم آقا شما دوست داری استایل طرف چجوری باشه؟ کلاسیک باشه، فشن باشه، مثلا لش بپوشه، چجوری باشه؟ نه ببین، من کلا دختری میپسندم که همه چی به اندازه باشه، همه چی به کلاسیک باشه، به موقعش نمیدونم، حالا لش اونجوری اصلا برای دختر نیستم، به موقعش اسپورت بپوشه اینا، یعنی زیاد روی یه دونه تیپ و اینا نیستم. آره درست. شما؟ من که ترجیح میدم اول طرف قبلش یه جا دیده باشم، بعد باش برم دیت. اینجوری نمیشه که هیچ ایده ای نداشته باشم میخوام برم. خب چقدر هم این کارا رو همه اینا سوالی که داریم جواب میدیم چقدر اینجا داریم پیاده میکنیم. هم کافه داریم میریم دیت اول، هم نه. خب ببین مثلا فرض کن با هم پسر که میخوای بری دیت، دوست داری که اون چه استایلی داشته باشه؟ من ترجیح میدم که یه استایل خیلی اون اولین بار آدمو هم دیگه رو میبینن هم راحت باشه، یعنی اونقدر خیلی کلاسیک نباشه، خیلی عجیب غریب نباشه. بعد کافه داریم میریم خیلی استایل راحت نرمال روزمره. درسته. پس یعنی در واقع میتونیم بگیم میشه هودی و شلوار بگ و کتونی اسپورت، اینی که من از حرف شما فهمیدم. آقا حسین شما دو بزن برو در یک جایی که سوپرمارکت هست. آره. شخصیت خودتون رو میخوام برام توصیف کنید، چه جور آدمی هستید؟
خیلی شخصیت آرومی ندارم. خب مهربون طوری هم نیستم. میخوای وایسا خیلی صبر سنگینه ها، بزن بغل یه خیلی مهربون طوری نیستم زیاد، خیلی هم آروم نیستم، ولی صبورم. صبور صبر ایوب. نه دیگه حالا. آها شما چی؟ اول از همه که تیر ماهی هم. خب تیر ماهی ها خصوصیتشون چیه؟ من یکی تیر ماهی هم زیاد. اوه آره. نه نه گفتم من آتف شد. بعد دیگه یه جاهای مودی هم، یعنی من یه جا مثلا بیش از حد باشم یه فهمیدی خسته میشم، میگم باید جامو عوض کنم. یعنی با بچه ها کافه میگم خب دیگه بلند شیم بریم یه جای دیگه، زیاد روی جا نمیتونم مستقر باشم. بعد صبرم خیلی زیاده، صبر ایوب منم درونگرا به همون دیگه. سلام خانم، این دوربین رو من میرم خدمت شما. آفرین. شما میری به حساب بنده، ببین دارم خرج میکنم این کارت، میری سه تا خوراکی که فکر میکنی ایشون دوست داره رو میخری میاری. آقا ما با سه تا سوال من حدس بزنم؟ آره دیگه حدسی حدسی. الان حسینم باید این برنامه رو داشته باشه دیگه. بعدش کی با سه تا سوال میره با که خرید کنه؟ این چیپس هم همه دوست دارم. ببین من الان سر عمل جراحی هم پلو سر مریضی بگو خدا نگه. آقا دکتر رودک صد بیرون هشتاد و یک سیزده بابا با تو خصوصیات اخلاقی ایشون فراموش. چرا درسته برای دیگه جدی؟ حتی برید مقاله هم بخونید میگن داخلش هورمون زنانه هست، یعنی برای زنها خوبه، مرد استفاده زیاد نباید بکنه. یعنی تستوسترون نداره؟ نه داره. استروژن و پروژسترون داره. ببین ما توی این برنامه بلایند دیتمون با همه بلایند دیت فرقمون فقط بخاطر ماشینش نیستش که، ما اینجا بار علمی داریم. تستوسترون، استروژن، بدش کن اکسیژن. یه چیپس دلمزه نمکی یا فلفل سیاه؟ فلفل سیاه من خودم میپسندم. بعد گفتم که کنار ماست مثبت باشم. ببین اصلا این داره خصوصیات یک برنامه خوب رو، ما تا الان از سه تا آپشن دو تاشو داریم. خب دیگه خیلی فکر کردم برنجی خاصی نرسیدم، گفتم که اینو میتونیم به عنوان شنگولی استفاده کنیم دیگه، یعنی چیپس موسموسی رو با دلستر بزنیم، سه تا ترکیب به نظر من خوب. نظر شما چیست؟ خوبه دیگه، بر برنامه است. بر برنامه چون کردم گفتم که شاید کلاسیک دوست نداشته باشه. استوایی استوایی که اصلا دوست نداره، یعنی واقعا پسری که استوایی دوست داشته باشه بیل رو به شما تحویل میدم. به 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 اینم که رمزش رو میدونی دیگه، این 8718. آف نظر به تو کامنت ها اماعت کنین از میمز زیبا. آدم پاستیل نخره. آخه دختر ببین من حس میکنم پاستیل میخره، چون 80 درصد دخترها پاستیل رو هستن. من پاستیل میخره. پاستیل هم داری؟ ولی من پاستیل خیلی دوست ندارم. خوب ولی اگه بر سمت لواشک خیلی بهتره. لواشک ببین لواشک و پاستیل رو دخترها هستن، پس احتمالا جفتش رو میتونه بگیره. آفرین. ببین کار هوشمندانه ای که این پشتش نگه میداره که تو نبینی. آش حسین چی خریدی برامون؟ خب چی ببینم؟ بیار داخل دوربین. یا آب میوه هلو از آلیس، اینو من برای شما سر اسپانسر بعدی. اسپانسر نه، بستنی شکول گرفتیم. بستنی شکول دور از هوای سرد. آفرین و و و آفرین، شکوله رو خوب گرفت. خب بیشتر خریدی؟ من گفتم سه تا. یزید یا چی؟ یه آیتم رو حذف کن اگه میخوای اونو اضافه کنی، یکی از این دوتا رو حذف کن. از نظر من بستنی شکول رو حذف میکنم. تو دارش این آب میشه، من اینو چکارش کنم؟ میخواستم صرف کنم. خب آفرین. خب قربونت بشم، مرسی به فکرم. خانم هوا سرده. خب قاعدتا الان بستنی نمیخوره چون سردش درست، پس اون حذف میشه، این اضافه میشه. پاستیل. ببین ایشون گفت خدا کنه که پاستیل نخره. حالا خب بعد گفت خدا کنه لواشک بخره،
که نخریدی. بعد شوکولی رو گفتش که خدا کنه بخره، که خوب شد خریدی. بله. کاش بستنی رو هضم می‌کردی، به نظرم کاش آب می‌بره هضم می‌کردی بهتر می‌بود. اولا گفتم چون سردشه خب من نظر خودم هستم این سال هر کار بکنم. خیلی بافش خب من گوشم با شما چیزی که تون باشه مثلا خیلی گارد دارم مگه اینکه شی بشه. آره نه نه بیشتر از این راجع به مزایای فلان و اینا صحبت نکنید دوستان. یه دیت خوب چه دیتیه حالا به نظرتون؟ من خیلی زود تو ذهنم اینطوری میشه که خب بس دیگه کی بریم خونه، چون آدمای جدیدو خیلی حال نمیکنم باشون. من بعد برداشت کردم من اینجوری با کی میریم خونه. بعد اگر آدمه یه نمم به دلم نشینه من میرم تو اون فاز، به خاطر همین خیلی یعنی زودتر میخوای بری خونه. خودمون بالاخره خونه شما خونه اوشون نداره، تنهایی خونه خودمون. خب الان نگفتی، الان گفتی دیت بد چیه؟ من گفتم یه دیت خوب. جزئیات خیلی مهمه توش، یعنی اون آدمی که میخواد بیاد بیرون حواسش آقا بذار رو پلی مود. خب حواسش به همه چی باشه. حواسش به همه چی باشه یعنی از چه نظر؟ یعنی که مود طرف مقابل براش مهم باشه دیگه، در نظر بگیره که مثلا قیافش کج شد، حواسش باشه که جو دستش بگیره. آها بعد خوشم بگذره دیگه مسلما خوشم بگذره. خیلی هم خوش نگذره. آه آفرین. آقا حسین یه دیت خوب چه دیتیه؟ بزن فقط سوال سنگینه. بله دیتی یه پسر و دختر داخلش باشه. نه دیتی باشه که بیشتر از طریق صحبت باشه دیت اول. مگه چه طریقا یزیدا این که میخواد بره خونه تو میگی از طریق صحبت؟ مگه غیر طریق صحبت دیت دیگه داریم؟ داداش کانالت هست ولی بذار صحبت کنم. بفرمایید ادامه صحبت هم الان من یادم دیگه. آبا نه دیتیه که از طریق صحبت باشه. من بهت میگم نه بعضی دیتا رو دیدی خیلی صمیمی و با شیطنت و کلا من جوری آه فیزیکال تاچ و اینا نباشه تو دیتش. نه نه اونجوری اونقدر نه، مگه اینکه آخرش آخره اگر که دو تا شخصیت دید مثبت داشتم من و اونم نکردی تو یه دست و دیت اول زیاد دیت نیستش که بخوام دیت مانو بگیری، ولی خیلی چیز را دیت اول خیلی فهمید. خب موزیک چی گوش میدید و خانه ملاقاتون چیه؟ موزیک همه چی گوش میدم، همه چی، یعنی مثلا بعضی هستن همه چی میگن بعد یه آهنگ میزنم میگن ای بابا این چیه فلان، همه چی. خب بعد دیگه خواننده مورد علاقه آخه دارم، تو پاپ دارم تو رپ دارم زیاده. بگو. پاپ شادمهره. خب با محسن یگانه. خب بعد رپ هم تتلو زیاد نیستم گوش میدم، ولی خب تزلو آرنبی حساب میشه خب. ولی با رپ نشستنش دور آه داره. خب این ببینی خوراکی که خریدی راضیه آه. اصلا گوش نمیده چی داری میگی، داره شکلات میخوره. خب حسین بهرام ایناست زیاد رپ های خوشگذر و اینا رو دیگه فقط تو خوشگذر بیشتر رپ های مفهومی اینا گوش میده. من هم همینطور آفنی. شما چی؟ موزیک چی گوش میدید و خانه ملاقاتون کیه؟ منم تقریبا همه مدل آهنگ گوش میدم. تو سبک پاپم سیاوش قمیشی رو خیلی دوست دارم، شادمهر رو خیلی دوست دارم، ابی رو خیلی دوست دارم. آره دیگه به ابی دیسلایک دادی؟ نه ابی گوش میدم خیلی افسن. خود چرا دیسلایک دادی؟ گفتم همهش لایک نمیشه محافظ. آره به این به نسبت سیاوش و شادنه من ابی رو دیس میدم. دوستان که شعر یاره نره داریم من هر کی زودتر بگه درسته؟ من بستنی رو بذارم اینجا. میگه که خانوم گل آی خانوم گل برام سخت تحمل، قدم ما روی چشمام بیا به این وره گود برو گود یا به این وره پول. آفرین من خودم اشتباه شعر خودم یادم بقیهش بودو. از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا خب چشت بسته برام گل نمیم یه همچین چیزی خانم گل. خانم گل آی خانم گل. بعدی من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم، میخواستم بزرگترین دریای دنیا بشم. مغزا قفله. این همه گفتید من فلانی رو گوش میدم، این همه تو سبک خودتونه.
گوگوش. بابا ولمون کن اصلا. آقا این عمو حسن هم هست، عمو حسن هم این موزیک خونده، اینقدر معروفه. تو رئیس مزرعه هم بود آقا. همونو اصلا رو اون میخوام جان. آفرین. من همینجا شو برم بچه بهتون من چند وقتی رئیس مزرعه رو دیدم. نمیدونید؟ اونایی که میدونن توی کامنت برام بنویسن. اولشو بگی گفتین. بگو بیارن یک و نیم سگی، نیم برا شما یک برا من تکی. خب ادامه دیگه یه بیت داریم میخونیم. بگو دیگه، بگو ادامه اینو. نامردی یه بیت داریم میخونیم. من که اصلا بلد نیستم. نمیگم یه بیت داریم میخونیم، نامردیه. آقا بگو ادامه‌شو، بگو بیارن یک و نیم سگی همه این کیپ لب ساحل یه پراید تیونین کفی هیچی توی مایه ها بود سخت پولی نه. خوب بابا قافیه بندش خیلی سخته. چرا همینه بابا؟ نه یه پراید تیونین کفی. آقا یه ابی میگم، ابی رو جفتتون گوش میدید؟ بله. آخه یه دونه از خواننده ها که گفت آقا وایسا وایسا گفت سیاوش قمیشی شاد نمیشه یه دونه ابی. اینا عقب تعیین شده بود. حالا میرسیم به آهنگی که یه دونه الان آهنگ تریاک الان میخوام این آهنگ بساتون اضافه کنم. اونو بلدم ای قدرت میگه که قلب تو قلب پرنده پوست تن ما پوست شیر زندون تن و رها کن ای پرنده پر بگیر. بابا یزیدا خاک بر سرتون کنم. یعنی این همه ابی ابی آقا بیا قلب تو قلب پرنده بلد نیستین؟ میدونم نه اوله فقط اون وره اون وره جنگله صحرا ریدی بابا ایشی زنا برد به در نمیخوره به دامن اون وره روزای تاریک پشت این شبای روشن. بریم آقا بریم. اصلا آدم موزیک نبودین حال نکردم. خدا هستم. فیلم و کتاب مورد علاقه تون چیه؟ تاپ تری بگید به هم. شیمی دوفه نیست. شیمی دوفه تاپ 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 اول بابای پولدار بابای بی پول پی پول بی پول. کتاب دوم عقاید یک دلغکه که تو جالبی بچه رو بخون خوب ولی زیاد قرقش هشید افسورده با... اونو بده بالا داری. کتاب سوم بخوام بگم باشگاه پنج صبحی هست شاید البته نه عقاید یک دلغک میاد سوم. آها آره پنج صبحی هم میشه دومی. خیلی کتاب این دوتا کتاب اول رو بچه رو بخون. درست فیلم واسه بگم اولیه دماد پولدار شدن چجوری پولدار چی؟ بعد داستان جالبیه بعد میگه که چیکارا باید بکنید اگر پنج صبحی ها پنج صبحی ها نزد زندگی تو رو نزد میندازه بعد مثل چیزا میگه که به دردت میخوره عقاید یک دلغک رمانه اون رمانه ولی خب رمان غمگینی زیاد شاد منم شنیدم در مورد دلغکیه که مثلا افسرده است. درست بعد فیلم من خودم آخرین کتابی که خوندم ویکتور هوگو یه چیز بود بینوایان. خب ولی خب تو صفحه 100 خوندم بعد 5 سال تو کتاب خونم بود و آخر رفیقم اومد بردش و دیگه بهم ندادش. اولی بچه جدی میگم اخلا جاییه که هر بار ببینم قدیمی نمیشه برام. خب هشما آره. من اصلا فکرشو نمیکردم اینو الان گفتم یورو میگه 7 چه میدونم بابا شاوشانگ ریدمشن یا چی بابا اخلا جاییه یک. خب بعد دومی دونده هزار توه او سریال جالبیه سریال که مجموعه فیلم باشه شما فیلمی ما کتابی سومی هم دارم بودم چیز شکست ناپذیره چه فیلم های آشغالی میبینی بچه بایکا بچه بایکا رو میگه آشغال واقعا یعنی تاپ تیری فیلمت اخراجی ها بایکا و آره باز آره. میزانه در رو شاید میپذیریدم شما چی؟ میپذیریدم آره میپذیریده من کتاب برو تعصب رو خیلی دوست دارم خوب چشمایش رو خیلی دوست دارم چشمای کی؟ خوب دوست داری دوست داشتی
آره چون گفت کتابایی خوندید نه یه دوست دارید بخونید. آفرین. مجموعه هری پاتر. خیلی فسفسی. خب این کتاب خب این قشنگ کره همیدا. دو تا آدم خیلی حوصله سربر. خب حوصله سربر؟ چرا دو تا مهمون حوصله سربر دعوت کردی؟ ای بابا. خب فیلمم اولش شاتر آیلند خیلی دوست دارم. آهان. وای حسین من راج اصلا با فیلم یادم باشه چه با تو صحبت نکنم. خب بیبی درایور رو خیلی دوست دارم. خب بعد لاو روزی رو هم دوست دارم. اون یه خورده پسند پسرم است. درست. رمانه بعد. خب 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 آقا بریم یه غذا با هم سفارش بدیم. کل ویدیو ما اینجوریه. الان دوستان باید برن با کارت بنده که بدبخت شدم باید برن حدس بزنن که غذا طرف مقابل چی دوست داره یه غذا سفارش بدید ولی جون هر کی دوست داره دیگه استیک و اینا رو دهد پیتزایی پاستایی ساندویچی بنینی یه چیزی بدید سفارش بدید بعد طرف مقابل بیاد اینجا غذا رو همینجا قرار میل کنیم. چی میخوای سفارش بدی؟ منو رو بریم ببینیم. فقط با این صحبت کن آروم نه. چرا تو ماشین به کار بکنی؟ چرا بگیریم؟ دگیر چرا بگیریم؟ چرا بگیریم؟ چرا بگیریم؟ خسته نباشی. یه دونه شیکاگو برگر میخواستی بدونم؟ اسپشیال هم دارم. نه نه بخواد. آدیش و یه آب مدنی. خیلی سخت بود چون که خیلیشون قارچ دوست ندارن. بعد دیگه من دیگه منظورم پوکی از کاراملی دارشو انتخاب. به نظرم پسرها گوشباز هستن. حسین جان من غذا تو میدونم چیه ببین. نمیگم بهت که آه آره دیگه بچه فقط برنا برگر پیروک میکشتتون یعنی خوشمزه خیلی خوبه بچه داخلش برگر و گوشت روستیف و سس قارچه باجی من نخ من برگر باز نیستم من هم نیستم من خوشمزه ترین برگری که خوردم اینجا نوشیدنی تو من گفتم آب معدنی بگیره. خب ببین الان تو با راهنمای خود غذا چی دوست داری؟ نه نه من چه میدونم غذا چی دوست داره اصلا که بخوام راهنمایت کنم یعنی گفتم پاستا میخوره یا پیتزا میگم خودش فقط هر چی میخوای بگیری بگی خب به جیب منم نگاه کن همین موقع اینجوری نه اون که خدا خانوم قاش آیا الان یه برگر دوست نداره برگر نمیخورم ببین خوشم نفت فکر جی منم هستی انداز پسری هم پسن این باید بد نباشه آقا به خدا یه دونه ببو چی بینم فالینوما یه دونه پیتزا فالینوما یه دونه هم آب مدنی بعدش دیر آماده میشه نه 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 نیفتی حسین من اینطوری هم داشتم میفته 20 دقیقه نیم ساعت زیاده بچه اینو بدین من از الان دارم میگم فکر نکنید آب معدنی چرا سفارش دادم؟ چون موقعی که داشتش کاکاو برام میخواد گفت آب معدنی نداری آب نداری بابا تو واقعا باخوشی بود بابا تو واقعا دوستان سفارش ها رو دادیم خانومه من زنگ میزنه موقعی که آماده بشه یه بازی میخواییم بکنیم با هم یه بازی دیگه داریم یه گیم دیگه چالش 5 ثانیه هستش دوستان سرعت خیلی ملاکه بازیش 5 ثانیه هست دونه دونه بهتون میگم شما باید تو 5 ثانیه 3 تا چیزی که بهتون میگم و نام ببرید به عنوان مثال میگم 3 تا برند آب معدنی مثلا از سنا شروع میکنیم 3 تا بعدش توپی نام ببر بسکتبال والیبال فوتبال آفرین حسین سه تا نوشیدنی که با غذا میخوری نام ببر آب دوغ نوشابه آفرین سنا سه تا کشور تو آمریکا جنوبی آرژانتین برزیل باختی خب تا الان اگه اینو بگی میپری جلو حسین سه تا برند ماشین ولوو ایران خودرو سایپا سنا سه تا لوازم آرایشی خانوما ریمل خط شش رژ لب حسین سه تا طعم پیتزا رو بگو پپرونی مرغ گوشت آفره خب تو الان تو اشاره آمریکای جنوبی آرژانتین برزیل کولومبیا تموم شد اوروگوئه سه تا کشور آفریقایی من بگم دنا ساحل آد نیجریه ببین اینقدر بچه حرفه‌ایه اینقدر
سن و شنا نام ببر. چی؟ شنا. شنا. پروانه، قورباغه، کرال. قبوله. قبوله. میپذیره، میپذیره. اهل آشپزی هستین شما خودتون؟ بله. چه غذایی رو خیلی خوب درست میکنین؟ مرغ و ادعا دارم واقعا لازانیا رو. زرشکبولو با مرغ منظورتون؟ لازانیا رو بعد دیگه. لازانیا رو ما یه ویدیوی داشتیم زدیم از سمن خانم تقلب گرفتیم. آخرش هم نبود. خیلی بد. شما چی؟ قاعدتا اکثر پسر آشپزی بلد نیستن یا در حد نیمرو عمره کنن. خب آره من نیمرو عمرت هم خدا وکیلی درجه ایشه. اما خب دیگه خندید بگم با کانی لازانیا بیف استراگانوف چیکن استراگانوف بعد کتلت کوکو سبزی دیگه اینا رو بلدی یا بلد ادعا و ادعا دارم مخصوصا کوکو سبزی مو. دیت اول رو کی حساب میکنه؟ سوالیه که این روزا بسیار بحث برانگیزه. معمولش پسره. خب من کلا با حساب کردنه میگم بیشتر پسر، اما دخترم باید شریک باشه تو حساب کردن، یعنی فقط پسر نباشه. خب ولی خب عملا بیشتر باید پسر یا مرد باشه. بعد دیت اول رو کی حساب میکنه؟ اما اینجا شنیدم حرف بدی از دکتر قشنگ بود، میگه کسی که دعوت میکنه. خیلی خوب، کسی که دعوت میکنه. خب دیت اول رو به عنوان مثال دختر دعوت میکنه، دختر حساب میکنه. آره بقایای دیتو پسر جلو میشه. خب دختر میگه چون من اینم مثلا اول دعوت کردم اونا با پسر رو گیشی کنار. خب دوستان قضاهای بند خدا آماده شد، در این ور باز نمیشه. وای ببین بادر امنیت اون وقت خیابونه. آفرین، اینا همش از قبل تعیین شده است دوستان. همش گوش زنده ای؟ به زور رد کردم. خدا رو شکر. بریم غذا رو واسه اینا بگیریم. ببین حسین چی گفت؟ حسین گفت آجی من میگم ورونا برگر چیه؟ ولی سنا واسه شیکاگو برگر رو سفارش داد. و خب تقریبا شبیه دی. همین که برگره به نظرم خیلی خوبه. خیلی خوب تونسته حدس بزنه. سنا نگفت چی دوست داره؟ ولی فکر کنم از پیتزا خوشش بیاد. خب من خب بدبختی غذاها رو گرفتم دستم. دوستان لایک و کامنت و سابسکرایب هم که اصلا فراموش نشه. اگر هم که دوست دارید خودتون توی این ویدیو شرکت کنید، میدونید که میتونید این اینستاگرام منو حتما فالو کنید، اونجا بهم دایرکت بدید و اینجا آیدی اینستاگرام میتونم واسم کامنت کنید که باهاتون کانکت شم که بتونید بیاید داخل ویدیو. جانم بفرمایید. سلام علیکم. این خدمت شما. متشکرم. اینم خدمت شما نوشیدنی هاتون. خب شما برای ایشون آب معدنی براتون سفارش دادن. چه آب معدنی درازی هم بارم خونه بود. ایشون هم برای شما آب معدنی سفارش دادن. خانم وقتی شکلات رو خورد آب معدنی نداریم تشتم فلان. چقدر به فکر. و منم که گوشنمه. و دوستان لایک کنید و سابسکرایب هم که اصلا فراموش نشه. این هم که همون حسینه. نشون بدید واقعا این پیتزا جذاب هست به نظر من. بچه ها برگره. بچه ها برگره. موقع برگر گرفتم من خیلی به این فکر کردم که خوردن سخت تو ماشین و به اینم فکر کردم که رفتی دستمان خواهدی ها بردی همه یعنی بعد مهمه. ولی گفتم که گوشت و پسره تمالاً ترجیح میدن که اجزای ناسالمه دیگه. من پیتزا سفارش دادم دقیقاً به خاطر راحتیش. اول بین پاستا و پیتزا موندم. به نظرت اون چیزی که میخواستی سفارش داده شد طبق سلیقه هست یا خیر؟ نمیدونم پیتزا چی هست. پیتزاش داخل سینه مرغ و سس. من خیلی ترجیح میدم سس سالوس نداشته باشه. خیلی خوشحالم. ببین به همین ایده فکر کرد. اگه با طرز فکر من جلو میرفتی باخته بودی تو اینجا. ابراز علاقتون میخوام بدونم که به چه شکل هست. من که خودم گفتم تو ویدیو قبلی برید ببینید. من توی مدت زمان رابطه متفاوته. اولاش بیشتر کلامیه. خوب بعد یکم که جلوتر میره با عمله. خوب بعد یکم جلوتر میره تاچ فیزیکال تاچ. ولی خب خیلی جلوتر با کلامی عملی خیلی جلوتر تاچینگ، یعنی مثلا فیزیکال تاچ و اینها. درسته. شما چی؟ حسین جان؟ من زیاد بیان نمی کنم. خب آدم عاطفی هستم اما زیاد نشون نمیدم.
بیشتر با کارامه متوجه میشن مثلا اینجوری نیستم حتما هی بگم یا چون فیزیکی اینا هستی بلاخره تو رابطه ولی بیانی اینا زیاد اینجوری نیستم. خب نه که نگم و میگم ولی خب بیشتر با کارامه. شاید یارو اصلا بگی که اصلا این شده ها مثلا دوستی آشنایی بوده مثلا گفتی اصلا علاوز عاطفی خیلی ضعیفه ولی خب کارا میکنم که حتی دیگران متوجه میشن. آره فقط چی گفتی؟ نه رئیسی یه کامنت دیدیم داخل ویدیو مشخص میشه چی؟ پس کلامی نیستی بیشتر عملی کارهایی که انجام میدی مثلا شاید سورپرایز باشه بگم اینا مثلا شده چیزی برای براش بگیرم یا مثلا کاری انجام بدم که مثلا از دور بوده بیانی اینا زیاد نبوده. چون کشی میاد پیزا سنایه میخوری من واقعا زیرم آزم میشم بعد. آره خب اینم از این سوالایی که هم اینجا داره برای شناخت بیشتر در واقع پرسیده میشه. یه اخلاق بد از خودتون بگین، دوتا هم میتونین بگین. مودی هم خب گازو میخوای بزنی بیار تو تصویر، میخوام قشنگ گازو معلوم شه. دیدم بچه آقا زشت شب بچه ها دلشون بخواد. وای ببخش بچه شاید بگم به یه سری آدم ها زیاد بها دادن است. نه این چی؟ کسی که لیاقت بها دادن نداشته. هم نشینی با یه سری آدم ها مثلا من اینجوری هم که شاید تو هر جمعی رفته باشم این بده، نه اینکه اخت بشم ها نه، یعنی حد و مرزم رو داشتم ولی خب تو هر جمعی بالاخره بده دیگه. درست. تو رو بالاخره با اونجا میشناسم. پس مودی هستی و مثلا تو هر جمعی رفتی این دوتا اخلاق بدت حساب میشه. سن و دوتا اخلاق بدت تو بگو. من وقتی که اذیت میشم یا ناراحت میشم نمیگم، انقدر نمیگم که یهو وای این ادیناست که چیزه چی شده. مهم نیست. نه نه اونجوری نیست، اصلا متوجه نمیشه طرف من ناراحت شدم. آها ناراحت میشی نمیگی؟ نه اصلا نشونم نمیدم. خب پس چی میشه ناراحتیه؟ میمونه یهو تماماً فوران میشه. فوران میکنه. خب بعد چی؟ خیلی راحت میتونم خیلی بی اهمیت خودم نشون بدم. این طرف اینطوریه که نشون بده یا بی اهمیت بشی؟ نمیشم نشون میدم. خب اینم جالب بود. دو تا اخلاق بعد اینو بی اهمیت میتونه نشون بده. خودش رو بدونم این که ناراحت بشه نمیگه. حاضرید با توجه به شناخت خودتون با خودتون برید تو رابطه؟ بله. به چه علت؟ خودم میشناسم، حداقل میدونم کجا این رفتار دیگه داره میره سمت ناراحت شدن. کجا میدونی آدم خودشو میشناسه دیگه راحت تره. درسته. شما چی؟ قطعا بله شاید نه ولی در مجموع بخوام بگم آره. فایدهش اینه که چون خیلی خودم برای خودم ارزش قائلم، خودم هم خیلی نمیگم خود پسندم ولی خب بنزه کافی خودم دوست دارم. آها. و برای همین خب میدونی بالاخره راحت تری با خودت هم دیگه. هر اتفاقی هم بیفته تو میدونی الان از چه دلیلی داشته که اینجوری شده. یارو چرا ناراحته؟ همین که گفتش خان ناراحتونش رو نمیدم با خودش تو رابطه باشی نمیفهمم. من هم مثلا خودم با خودم دوستان اگه دوستتون سواله با خودم میرم تو رابطه. آره. چه ویژگی تو خودتون هست که اونو خیلی دوست دارید و بهش افتخار میکنید؟ دو تا و یا سه تا هم بود اوکیه. سر خانم من عذرخواهی میکنم. این یه تیکه میمیره. واقعا گشنم. بد فاز نیستم تو هیچ جمعی. تو هر جمعی باشم سعی میکنم به همه خوش بگذره. شوخی میکنم به اندازه، بعد میخندونم. اینجوریام. ولی فرد اجتماعی نمیتونم بگم همیشه هستم. یعنی اینجوری نیستم بگم وای جای شلوغ نباشه نمیرم. اتفاقا نه. کسی هستم که با خودم خیلی حال میکنم. یعنی شده خیلی جا تنها رفتم. بچه من سینما هم تنهایی رفتم. بعد دیگه اخلاق خوب و خصوصی رو خوب. ورزش هر جا باشه، هر ورزشی باشه پایم. ورزشوار هم هستی پس؟ زیاد. بله. شما؟ من خیلی مرز دارم برای خودم. مرز دارم. خیلی کارا رو انجام نمیدم بعد این اخلاقم رو دوست دارم. یعنی یه سری خط قرمزام بر خودم خیلی پررنگ، این اخلاق خودم خیلی دوست دارم. بعد تو دوربین مسئولیت پذیرم. خیلی مسئولیت دیگه زیادی یه موقعی مسئولیت پذیرم خودم اذیت میشم یه موقعی ولی خب کلا ویژگی خوبیه.
نه نمیخوام میگم، من نمیخوام. نه 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 به خدا، به خدا نه. اوکی هم اوکی هم به خدا. خب دوستان غذا رو زدیم، ما دیگه کم کم راه میافتیم همون جایی که استارت کردیم، چون پایان همون شروعه. این جملات مجریگری افتضاح. با توجه به چیزایی که شنیدید، چیزایی که دیدید، میخوام بدونم که نمرتون از 8 بالاتر یا پایینتر میاد؟ 8 میمونه. 8 میمونه حسین؟ 8 میمونه. 8 میمونه. بعد اینکه دوست داری دیت دوم بری سنا؟ لایک یا دیسلایک؟ بیار قشنگ اینورتر. لایک. شما حسین جان لایک یا دیسلایک؟ من اصلا نظری که میدم هیچ ربطی به من یا به خانم نداره. با عرض سلامی دیسلایک میدم. داخل دوربین خواهش میکنم. دیسلایک میدم. خب و اینکه هیچ دلیلی از طرف خانم نیست. درست. بیشتر شرایط خودم. درست. بچه دمتون گرم، مرسی از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. اگر که دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب به هیچ عنوان فراموش نشه. اگرم دوست داشتید که تو ویدیو شرکت کنید، حتما اینستاگرام منو فالو کنید. اونجا بهم دایرکت بدید. آیدی اینستاگرامتون برام کامنت کنید که من خودم بهتون، اگر نتونستید پیج رو پیدا کنید یا به هر دلیلی، خودم بهتون دایرکت بدم. اگر خواستید خانم و آقا فرقی نمی‌کنه، مصاد 18 سال میتونن تو این ویدیو شرکت کنن. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا.